خواسته نافرجام، قصه حقیقی زندگی، نویسنده فریبا چرخی، گرفته شده از کتاب پس از خاموشی. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این ویدیو داستان خواسته نافرجام را برایتان میخوانم. قبل از اینکه به اصل داستان بپردازم، فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و هم علامه زنگک را فشار بدهید. اگر خواستید داستانی را جهت خوانش با من شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا هم ایمیل آدرس fcmedia74@gmail.com با من به تماس شوید. آغاز داستان، خواسته نافرجام، قسمت دوم. مادرش گفت: ممنون پسرم، ما هم دور نیستیم. خانه ما در شروع جوی شیر پهلوی نانوایی است. اگر به چیز نیاز داشتید، ما در خدمتتان هستیم. به این ترتیب با هم معرفی و آشنا شدیم. شبنم هم یک نگاه دزدانه به من داشت. با علامه تأیید سرش را تکان داد، خداحافظی کردند و رفتند. حالا من خیالات و هیجان ناآرام و پریشانم کرده بود. شب شد و باز هم فکر و خیال داشتم که آیا باز هم نسیم خواهد وزید؟ دیدار شبنم را خواهم داشت یا خیر؟ صبح شد، به دفتر آمدم، اما آرام نبودم. ناخودآگاه از دفتر بیرون شدم، سوار موتر شدم و خودم را در کوچه جوی شیر یافتم. بعد از به خود آمدنم از خود پرسیدم که اینجا چه کاری میکنم؟ چرا اینجا هستم؟ من که متأهل هستم و عنقریب اولین فرزندم به دنیا میآیم. کار درست نیست، باید برگردم و دیگر هرگز دنبال این فکر و خیال نباشم. همین که میخواستم حرکت کنم که چشمم به شبنم خورد که با لباس سیاه مکتب از یک دروازه چوبی بیرون شد. تا آخر کوچه نگاهش کردم و ذهن و قلبم با هم در جنگ و جنجال بودند. تا اینکه شبنم از من فاصله گرفت و از نظرم دور شد. من هم دوباره برگشتم، اما فکر و خیالم نزد شبنم ماند. شب که خانه آمدم، باز هم طبق معمول نارضایتی خانمم را از زندگی مشترک و گفتار همیشگیش که می گفت اگر زود حامله نمی شد با این ازدواج ادامه نمی داد. چون من از نظر وی خصلت خیلی ها بچگانه داشتم و از طرز فکر من خوشش نمی آمد و همین حرف ها بر ذهن و قلبم اثر منفی می گذاشت. فردای همان روز باز هم دم خانه شبنم رفتم، اما این بار وقتی از در بیرون شد از موترم پیاده شدم و برایش سلام دادم. شبنم هم از دیدنم تقریبا راضی به نظر می رسید. الا زیارت شاه دوشمشیر علیه الرحمه که نزدیک لیسه عالی آریانا بود پیاده رفتیم و با هم حرف زدیم. همان بود که آهسته آهسته با هم آشنا می شدیم و علاقمندی ما به هم بیشتر می شد. گاه گاه خودم را ملامت می کردم که این رابطه در مقابل خانمم خیانت تلقی می شود. اما وقتی مقایسه می کردم که شبنم به من عشق و علاقه و احترام می گذارد، برعکس خانمم همیشه مرا تحقیر و کوچک ساختن و حتی سرزنش می کند، اینجاست که علاقه هم نسبت به شبنم بیشتر می شد.
همان بود که خانمم ولادت کرد و یک دخترک نازنین به دنیا آورد. بعد از به دنیا آوردن دخترک، برخورد خانمم نسبت به من خیلی ها بدتر از قبل شد و بهانه‌گیری هایش نیز بیشتر شد و توقعاتش از من فزونی یافت. خواسته و این بود که باید رابطه ام را با جمع خانواده ام در جهت منفی تغییر بدهم و کمتر با آنها در ارتباط باشم و از این قبیل حرف ها و خواست های نادرست. تا اینکه روز وقتی از کار آمدم، مستقیم از من خواست که می خواهد از من جدا شود و من باید پدرم و فامیلم را قناعت بدهم که ما دیگر نمی خواهیم با هم زندگی کنیم. وقتی این مفکوره اش را به مادرم گفتم، مادرم سخت ناراحت شد و گفت که پدرت با این خواستتان راضی نمی شود. چون خانمم از اقوام ما بود و این موضوع در بین قوم به دیده بد نگریسته می شد و من جرأت بیانش را به پدرت ندارم. در این هنگام مادر شبنم که از رابطه ما خبر شد، مرا خواست و گفت که شبنم خواستگار دارد و پدرش تصمیم به نامزدیش را دارد. اگر نیت من به شبنم جدی باشد، چون شبنم نیز مرا دوست دارد، من باید رسماً از وی خواستگاری کنم تا نشود که شبنم را پدرش به شخص دیگری نامزد کند. اینجا بود که من سخت حیران و پریشان شده بودم که چه کاری میتوانم بکنم. زنم که با من خوشحال نیست و من همچنان، اما به خاطر رسم و رواج باید با هم زندگی کنیم. من هم که عاشق و دلباخته شبنم هستم، ولی اصلا جرأتش را ندارم که با فامیلم موضوع را شریک کنم. یک دوست خیلی ها صمیمی از دوران کودکی داشتم که خانواده‌اش مرا مانند خانواده خودم دوست داشتند و ضمناً از همه جریانات زندگیم با خبر بودند و ایره هم می دانستند که زندگی من فدای رسم و رواج‌های ناپسند و لجاجت پدرم شده. جریان دوستی خودم با شبنم را با دوستم شفیق که از برادرم برایم نزدیکتر بود گفتم. شفیق هم تمام جریان را با مادرش مشورت کرد. فامیل شفیق تصمیم گرفتند که در قدم نخست خودشان را به جای فامیل من قرار داده و شبنم را تا دیر نشده از پدرش خواستگاری کنند و من و شبنم به مقصد ما برسیم. بعداً با فامیل من موضوع را مطرح کرده و مشکلات من و زنم را حل کنند. من و شبنم با هم نامزد شدیم. روز نامزدی ما کسی جریان را به پدرم اطلاع داد. خانم و خانواده ام از جریان خبر شدند و همه کاسه و کوزه را به پای من شکستند. زنم به خانه پدرش رفت و پدرم فرمان داد که چون بدون اجازهش این کار را انجام داده ام، حق ندارم که پایم را به در خانه اش بگذارم. اوضاع خیلی بد شد و به یک بارگی همه چیز از هم پاشید و نمی دانستم از کجا و چگونه درستش کنم. خب مجبور شدم که باز هم از شفیق و خانواده‌اش کمک بگیرم تا مرا در هر مورد کمک کنند. برای خودم خانه به کرایه گرفتم و بعد با خانمم به تماس شدم که چه تصمیم دارد. آیا می خواهد با من ادامه بدهد و یا خیر؟ از اینکه ما یک دختر هم داریم، بناً حاضر استم تمام شرایط زندگی را برایشان بسازم، اما زنم قبول نکرد و گفت که طلاق می خواهد. بعد از مدتی که خانواده همچنان مرا ترد و ترک کرده بودند، با کمک شفیق و فامیلش با شبنم ازدواج کردم و به زودی شبنم
دختری به دنیا آورد. زندگی خیلی خوش و عاشقانه داشتیم و از هر لحظه زندگی با شبنم لذت می بردم. ولی با تمام سعی و تلاش فامیل خودم شبنم را به عنوان عروسشان نپذیرفتند، چون که بدون خواستشان ازدواج کرده بودیم. چندین سال را در کنار هم زندگی کردیم. همان بود که فرزند دومی ما نیز به دنیا آمد. جنگ های داخلی و خانمانسوز هر روز بیشتر از روز دیگر شعله ور می شد. که این شعله دامن ما را نیز گرفت. و این زندگی مملو از عشق و محبت ما با یک صدای مهیب اصابت بم به سقف منزل ما رو به زوال گذاشت. و از اثر انفجار آن بم ظرف چند ثانیه سقف اتاق به زمین ریخت و جسمهای بیجان شبنم و شگوفه و شاهد را در بین خون و دود و خاک ناشی از آن یافتم و ایشان را برای ابد از دست دادم. از آن روز به بعد با عالم از غم، یأس و ناامیدی عزیزانم منتظر هستم، آینده ندارم، چه کار کنم و با مزار کاروانشان بپیوندم. شنونده های عزیز، این بود داستان خواست نافرجام، پایان داستان. برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.